سلام دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون لسن اسکریپت. تو این قسمت قرار با هم دیگه یک ساعت دیجیتالی توی پایتون طراحی بکنیم. توی پارت اول قراره که ما داخل پایتون اول کدمون رو اجرا بکنیم، یعنی خود مین کد پایتون رو بنویسیم و توی محیط آیدیالی مشاهدهش بکنیم. قسمت بعد قراره که با استفاده کردن از یک کتابخونه که ازش کمک میگیریم بیایم ساعتمون رو به یک ساعت دیجیتالی تبدیل بکنیم. توی پارت بعد آموزش هم قراره که ساعت دیجیتالیمون رو یک مقدار گرافیکی ترش بکنیم و یک کمی شمای بهتری بهش بدیم. بریم سراغ آموزش. اولین کاری که باید بکنید باید محیط IDLE پایتون رو بیارید. اگه نمیدونید کافیه که داخل ویندوزتون کلمه IDLE رو سرچ بکنید و قبلش هم پایتون رو از سایت python.org دانلود بکنید. وقتی که شما پایتون رو باز بکنید با چنین صفحه‌ای روبرو میشید و اونجا کافیه که فقط شما توی قسمت فایل برید و نیو فایل رو بزنید یا کنترل اند رو بزنید که برای شما یک صفحه جدید رو باز بکنه. خب حالا من چون صفحه قبلا اینجا باز کردم، صفحه قبلیمو باز میکنم و این صفحه رو میبندم. قبل از اینکه همیشه برنامه‌نویسی رو بخواید شروع بکنید، یک پلنی رو بخواید اجرا بکنید، باید نقشه‌شو هم توی ذهنتون داشته باشید. وقتی که ما میخوایم ساعتمون رو طراحی بکنیم، نیاز داریم که سه تا مورد رو از قبل تعریف کنیم. اون سه تا مورد هست: ثانیه، دقیقه و ساعت. خب همون اول ما اینا رو میتونیم بنویسیم. برای مثال میتونیم seconds 22 minutes. این عددها رو به عنوان رندوم دارم می‌نویسم، یعنی ثانیه 22، دقیقه 13 و ساعت هم برای مثال عدد 7 هستش. دلیل استفاده از این عددها به خاطر اینکه توی تمرین از این عدد استفاده کردم و میخوام دقیقا مشابه همین رو بهتون نشون بدم. اگه بخوام یک ساعتی رو درست بکنم، کتابخونه‌ای وجود داره به اسم تایم که خود پایتون زحمت کشیده و اون کتابخونه رو برام آماده کرده و ما فقط کافیه که با ایمپورت کردن اون داخل پایتون ازش استفاده کنیم و کارمون رو اجرا بکنیم. خب کافی اینجا می‌نویسم ایمپورت تایم و همین سادگی برای من اجرا میشه. و توی مرحله بعد قراره که ما یک حلقه ابدی درست کنیم که حلقه به این صورت هستش که میگیم while true. توی سکشن 4 پایتون هم آموزش رو گذاشتم که براتون اینجا میذارم که ببینید و در مورد while true بیشتر توضیح دادم. while true حالا من یک مقداری بهش برمیگردم. while true یعنی یک حلقه ابدی. وقتی که ما از while استفاده میکنیم میگه تا زمانی که، و true که استفاده میشه یعنی شرط براش میذاره، یک شرط ابدی، میگه تا زمانی که درست باشد. چه چیز درست باشد براش توضیح دادیم. پس در نتیجه همیشه اون شرط برقراره و همیشه اون لوپ تکرار میشه برای شما. خب حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ باید بیایم ساعت رو درست کنیم. دوستان ساعت به چه صورت نشون داده میشه؟ مثلا ساعت الان 7:13:22 است. درسته؟ اگه من بخوام اینو درست کنم باید چیکار کنم؟ باید بیام این ستا رو در کنار همدیگه قرار بدم. اگه این ستا بخوان در کنار هم قرار بگیرن، کافیه که ما بیام اینا رو با یک سری الگوریتما کنار هم قرار بدیم و این دو نقطه ها رو و این دو نقطه های بینشون هم بتونیم بهشون اضافه کنیم. بریم این کار رو با هم دیگه انجام بدیم. اوکی، اینجا که اومدید اگر شما سر خط بنویسید ازتون ارور میگیره. توی پایتون زمانی که دو نقطه به وجود میاد شما کافیه که اینتر بزنید و میبینید که تقریبا یه تب میخوره میاد جلو. یعنی اگه اینجا بودید یه دکمه تب کیبورد رو بزنید که به جلو بره و از اون قسمت شروع کنید بنوشتن. من با کلمه پرینت شروع میکنم و میخوام تایپ کنم. برای من چی تایپ کنه؟ اون سه تا مؤلفه که قرار بود با هم دیگه بسازیمشون. خب کلمه پرینت رو نوشتم، میام میگم که اوکی من یک ساعتی دارم که قرار اون ساعت hours باشه. این hours من قراره که به علاوه بشه به چی؟ به اون دو نقطه. یعنی ساعت اول نوشته بشه، یک دو نقطه چاپ بشه، بعد بریم سراغ مرحله بعدی. مرحله بعدی ما هستش minutes. به همین صورت دوباره میتونیم اینجا رو، البته اینجا یه به علاوه باید میذاشتیم، دوباره به علاوه رو میذارم، دبل کوتیشن رو میذاریم، دو نقطه به علاوه و میریم سراغ seconds. خب تا این قسمت کار ما تقریبا تمومه. حالا کاری که نیاز است انجام بدیم اینه که ما یک لوپ درست کنیم و اون لوپ شروع به حرکت کنه.
خب ما این لوپو درست کردیم برای اینکه حرکتش بدیم، یعنی اون چرخ ها شروع به حرکت کنن، باید بیایم ثانیه رو یه دونه یه دونه اضافه کنیم. از قبل ما ثانیه رو ساختیم، پس میتونیم یه دونه ازش کپی بگیریم بذاریم اینجا و طبق الگوریتم های خود پایتون بیایم بگیم که سکندز رو به علاوه یکش کن. این اسپیسی که من میذارم برای اینکه کد تمیزتری نوشته بشه، وگرنه هیچ فرقی توی ساختار و نتیجه کار شما نداره. خب من برای اینکه یک دیلی به وجود بیارم، وقتی که ساعت من شروع میکنه به یک ثانیه حرکت کردن، باید یادتون باشه که این ساعت هم باید یک ثانیه توقف داشته باشه و توقف هستش که اون ثانیه رو میسازه. یعنی ساعت من یک ثانیه حرکت میکنه ولی ممکنه توقف نداشته باشه و تداخل به وجود و ساعت درست کار نکنه. پس از کتابخونه‌ای که درست کردم استفاده میکنم و یک دیلی به وجود میارم، میگم time.sleep ای ساعت من، شما هر یک ثانیه یک دیلی داشته باش، حرکت نکن، از کار بیفت و بعد از یک ثانیه دوباره شروع کن به کار کردن. یعنی دقیقا این دوتا رو با هم دیگه سینکشون میکنیم. قدم بعدی ما اینه که میایم از سکندز استفاده میکنیم و شروع میکنیم شرطی سازیش میکنیم. میگیم اگر ثانیه من 60 شد باید چه اتفاقی بیفته. اینجوری دارتون باشه که دوتا مساوی بذاریم و دو نقطه رو هم بذاریم. وقتی که ثانیه من 60 میشه، قراره که مثلا ثانیه شده 60، قرار ثانیه من برگره به اول و بشه 0. پس دوباره اینجا میتونم سکندز رو بنویسم و سکندز رو 0ش کنم. وقتی که ثانیه من 0 میشه، قراره که 60 ثانیه گذشته باشه و 1 دقیقه به دقیقه های من اضافه بشه. پس دقیقه رو باید 1 دقیقه بهش اضافه کنم. این هم فراموش نکن که اگه کدتون رو اجرا نکرد، مطمئن باشید که این عبارات رو شبیه به هم ننوشید. یعنی اگه اینجا شما مینیتس نوشید، دقیقا اینجا هم باید همون نوشته باشید. هر اشتباه املایی که داشته باشید توی اسپلش قطعا به مشکل میخوره. ما اینو میتونیم هم به صورت ایف جدا از هم بنویسیم، هم میتونیم به صورت ایف تو در تو. یعنی هم میتونم بیام دقیقا لب به لب اون ایف بنویسم، هم میتونم جلوتر اینجا ادامه بدم و ایف تو در تو بشه. یعنی یک شرط نوشته شده و درون اون شرط شرط دیگری هستش و هیچ فرقی نداره تو این مورد. اگر من دقیقه رو تعریف کنم و دقیقه من 60 بشه، قراره که چه اتفاقی بیفته؟ دو نقطه رو بزنید بعد اینتر بزنید، دقیقه من دوباره باید 0 بشه. ساعت من قراره که 1 ساعت بهش اضافه بشه. تا الان کد ما اجرایی هستش، کد من الان داره اجرا میشه. توجه کنید که یه پرانتز اینجا باز شده، یه پرانتز اینجا بسته شده، پس باید یک پرانتز کلی هم براش قرار داده بشه. حالا اگه توجه داشته باشین توی پایتون، شما زمانی که اعداد رو در کنار هم میخواید قرار بدید، مثلا 22 11 33، اگه این دانش رو داشته باشید، وقتی که توی پایتون شما اعداد رو در کنار هم قرار میدید و جمعشون میکنید، اون اعداد رو با همدیگه جمع میزنه. یعنی الان ساعت من رو با دقیقه من با ثانیه من، هر ستا رو با همدیگه جمع میزنه و بعد قرارش میده. اگه بخوایم این اتفاق نیفته، یعنی فقط همینا رو قرار بده ولی با همدیگه جمعشون نکنه، باید بیان به پایتون یه کلک بزنیم. باید بیان بگیم پایتون اینا اعداد نیستن، اینا به صورت یک کارکترن، اینا یک استرینگ هستن، اینا یک حروفن، من ازت میخوام که فقط اینا رو در کنار هم قرارشون بدی و بنابراین باید یک str، یعنی مخفف شده string، str یا همون string به من کمک میکنه تا بتونم از این الگو استفاده کنم. خب کافیه که بیام توی اون پرانتزها اینجا str رو بهش اضافه کنم. الان اولین مورد من درست شد. الان اگه من رام بگیرم ببینم چه اتفاق میفته. خب اینجا رو ببینید، ساعت من داره درست کار میکنه، ولی به یک مورد توجه کنید. الان من نوشتم 22:13:07. خب بیمی کاری کنیم، اگه من اینا رو تبدیل کنم به 0:00:00 چه اتفاق میفته؟ ساعتی که برای من چاپ میشه تک رقمی هستش. ما ساعت رو اینجوری نمیبینیم، ما معمولا ساعت رو هر کدوم رو دو رقم میبینیم، 2-0 2-0 2-0.
و بعد توی رقم دومش درست کار میکنه، ولی توی تک رقمیش درست کار نمیکنه. برای اینکه این قضیه رو مشکلش رو حل بکنیم، کافیه که از یک دستور .zfill استفاده کنیم که میگه برای من بیا پر کن، با ترجمه حالا انگلیسیش میگه برای من پر کن دو رقم رو، یعنی دو رقم رو برای من انتشار بده، و کافیه که اینو کپی کنید و پشت هر پرانتز قرار بدید. الان اگه من اینو دوباره پرینت کنم میبینید که داره دو رقم دو رقم دو رقم برای من چاپش میکنم. خب چالش اول ما حل شد. چالش دوم ما، باید بیایم این ساعت رو به یک ساعت دیجیتالی تبدیل کنیم، یعنی توی محیط گرافیکی اونو نشونش بدیم. ما که نمیخواستیم توی خود آیدیالی وقتی F5 رو میزنیم یا از قسمت رام بزنیم، رام ماژول، نمیخواستیم از قسمت برامون نشونش بده اینجوری، میخوایم از قسمت گرافیکی نشونش بده. خب برای اینکه این کارو انجام بدیم باید چیکار کنیم؟ باید از یک کتابخونه استفاده کنیم. برای فراخوانی کردن بعضی وقتها ما از دستور ایمپورت استفاده میکنیم، بعضی وقتها هم از دستور فرام، و در نهایت مثلا اسم کتابخونه اینجا مثلا سعید هستش، در آخر میاد میگه ایمپورت کن. پس به این صورت هم نوشته میشه، بستگی داره که اون کتابخونه نحوه فراخوانیش به چه صورت تعریب شده باشه. قراره که از کتابخونه تورتل استفاده کنیم. در حد کوتاه بخوام بهتون بگم، خلاصه تورتل یک کتابخونه هستش از طرف خود پایتون که ساخته شده تا بتونید از محیط‌های گرافیکی استفاده بکنید. و اینجا به این صورت، حتما یادتون باشه این ستاره رو توی قسمت ناملاک کیبوردتون یا حالا قسمت سمت چپ کیبوردتون پیدا کنید و بزنید، چون بدون این قضیه شما ایمپورتش انگار نکرید. خب بعد از اینکه ایمپورتش میکنیم باید اونو ستاپش کنیم، باید راه اندازیش کنیم، و بعد از اون قراره که اون تورتل، اون کتابخونه رو طبق قضیه شیگرایی براش یک اسم قرار بدیم. میگیم کتابخونه ما خب اینه، اوکی، ولی الان ما فقط فراخوانیش کردیم. اگه بخوام کل این عبارت رو یا اسم کتابخونم رو کوتاه و مختصر کنم، میتونم براش یک اسم بذارم، میتونم بگم T1 مخفف شده همون تورتل. حالا ما نوشیم T1، میتونیم T خالی هم بنویسیم. T1 مساویه با اینجا اسم بزرگش رو می‌نویسیم وقتی که می‌خوایم از قضیه شیگر استفاده کنیم و از فانکشنش استفاده کنیم، باید حتما حرف اولش بزرگ باشه. این نکته خیلی مهمه، اگه کوچیک بنویسینش کار نمی‌کنه. خب T1 رو مساوی با تورتل گذاشتم. تورتل هم همین تورتل اینجا هستش. از این بعد هر موقع من T1 بنویسم انگار دارم از کتابخونه تورتل استفاده میکنم. خیلی راحت و خیلی ساده. خب وقتی که من ساعت رو میخوام توی محیط گرافیکی روشن بکنم، باید اول تخته رو پاک کنم. شما وقتی میرین پای تخته میخواین یه چیزی بنویسین، مثلا توی مدرسه‌تون، اول تخته رو پاک میکنید بعد مینویسید، نه که روی همون چیزایی که بر جلسه قبل بوده شروع میکنید به نوشتن که قاطی بشه. پس در نتیجه اول T1 رو مینویسم و کلیر میکنم، میگم اگه چیزی توی صفحه هست برای من اول پاکش کن. وقتی من پرینت میکنم توی آیدیالی چاپ میشه، وقتی که از دستور T1 استفاده کنم، T1.write میاد چیکار میکنه؟ میاد میره توی محیط گرافیکی، الان به من نمایشش میده. T1 برمیگرده به این خط و اینجا هم برمیگرده به این خط. پس در نتیجه الان باید توی محیط گرافیکی برای من نشونش بده. خب الان با هم چاپش کنیم چی میشه؟ ببین برای من باز شد، پایتون تورتل گرافیکس الان باز شد، ولی من ساعت رو نمیبینم. چرا ساعت رو نمیبینم؟ ببین با هم ارورش رو بررسی کنیم. نوشته attribute error، نوشته noun type object has no attribute right. خب بریم ببینیم مشکل از کجاست. ببین وقتی که من توضیح دادم نگفتم که این با چه فونتی برای من چاپ بشه، مدل فونتش چی باشه، سایز فونتش چی باشه، یعنی اصل قضیه رو فراموش کردم بنویسم. قبل از اینکه پرانتز شما بسته بشه، یه دونه حالت کاما اینجوری میذارید، نمیدونم چی بهش میگن اینو، اسکی کدش، شما کافی که فونت رو بنویسید و بعد یک مساوی بذارید و یک پرانتز رو باز میکنیم و در مورد اون فونت توضیح میدیم. خب اگه شما توی ورد کار کرده باشید میدونید یه فونتی داریم به اسم فونت اریال، میتونید از فونت دیگه هم استفاده کنید و کافی که اسمشون رو کپی کنید بیاد اینجا استفاده کنید. سایز فونت من میخوام 100 باشه و قراره که نرمال مثلا برای من چاپ بشه. سور وقتی که من F5 رو بزنم ببینید که توی ماژول برای شما اون اعداد رو داره نشون میده و تایم هم داره میگذره.
آیا من میتونم اضافه تر مثلا یه کار اضافه تری هم انجام بدم؟ آره، کافیه که بیاد ایف بذارید، بگی که مثلا اگر ساعت مثلا شد چه میدونم مثلا ساعت 5 صبح شد، یه آلارم به من بده، یا مثلا فلان ساعت. شما میتونید برنامه برای خودتون باز بکنید و برای خودتون یک آلارم تعریف بکنید که آلارم چجوری پخش میشم، اونم جدا توی جلسه جدا میام میگم که چطوری آلارم بدیم به پایتون و پایتون بیاد برام یک صدایی رو، یک موزیکی رو، یک چیزی رو برام پخش بکنه توی تایم خاصی. و اینو براتون توی ویدیو مجزا میگیرم و ویدیوی دوم این بخش رو هم براتون اضافه میکنم که چطوری یک محیط گرافیکی خوشگلتر رو بخوایم درست بکنیم. خیلی ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. کاری رو انجام بدین که بهش علاقه دارید.